و اون آرزویی که در واقع داشتم احساس میکردم که الان داره محقق میشه. با هم دیگه رفتیم تو داخل مسجد، جمعیت خیلی زیادی بود، تقریبا مسجد به قول معروف جای سوزن انداختن دیگه نبود. در اونجا سخنرانی مسعود که شروع شد به اصلی ترین موضوعات اشاره کرد. شاید در اون ایام کسی درست متوجه نمیشد که منظور برادر از این صحبتایی که میکنه چیه. در جملات خیلی کوتاه، و منتها پرمعنا همه حرفا رو زده بود. به طور مشخص خود برادر اونجا اشاره کردن که ما نیومدیم که شاهد روند خود به خودی قضایا باشیم. من نیامدم اینجا که روند خود به خودی قضایا رو فقط ستایش کنم. ما نیومدیم که اون چون که هست و فقط هست تأیید کنیم. لختی هم باید به اون اندیشید که چه چیز باید باشه و چه چیز هم نباید باشه. آیا ما میخواییم نسل ملعونی باشیم، نسل نفرین شدهی باشیم که فرصت ها را از دست دادن؟ دقیقا یادمه که بعد از این سخنرانی وقتی که این موضوعات مطرح شد، این اصلی ترین موضوعاتی که خب کمبود این جنبش بود، یه ولوله خیلی عجیبی در بین همون جمعیتی که اونجا بودن، حتی خود اون دانشجوهایی که به سر پای این سخنرانی بودن، یه ولوله خیلی عجیبی در واقع ایجاد شده بود و همه سوال میکنن که منظور مسعود چیه. نکته دیگه این بود که وقتی دیگه ما تو زندان مطمئن شدیم که در واقع آزادی حتمی هست، اولین کسی که در واقع بچه ها رو جمع کرد و برای بچه ها توضیح داد سردار موسی بود که بعد از همه این کارها که بچه ها جمع کنین، وسایلتون جمع کنین، چیکار کنین چیکار نکنین، موسی یک قسمتی از یه اتاقی بود که کارش اونجا میکرد، همه رو دعوت کرد اونجا. بچه ها همه اومدن اونجا، اول تقسیم کار کرد و کلی مدارکی که اونجا داشتیم که خیلی از اینها هم تو زندان در واقع تولیدی خود برادر بود و در واقع اینها رو جاسازی کرده بودیم، همه اینها رو در واقع تقسیم کرد، هر کسی یه قسمتی، چجوری اینها رو بتونیم بیاریم بیرون که بعدها بتونیم مورد استفاده قرار بدیم، و اینها رو همه رو تقسیم کرد. بعد همه رو دعوت کرد توی اون اتاق و اونجا در واقع یک پیامی رو از برادر به همه ما گفت. اول دقت کرد که همه باشن، چند بار پرسید همه اومدن، کسی بیرون نیست.